کنترل خطی. این جلسه ناچاریم یه مقدار در مورد اینی که چجوری توی این ترم با هم دیگه پیش میریم صحبت کنیم، چجوری میخوایم ارزیابی کنیم همدیگر رو. شما که معلومه چجوری من ارزیابی میکنم، آخر یه فرمی هست پر میکنیم. من چجوری شما رو ارزیابی میکنم، چه انتظاراتی از شما دارم، شما بگین چه انتظاری از من دارین، و سعی میکنیم سریعتر حتی به حد نمیدونم معرفی رفرنس درس و فلان و اینا هم الان کاری نداریم. میخوایم ببینیم اصلا پیش از هر چیزی ما اینجا میخوایم در مورد چی صحبت کنیم. این کنترل خطی که میگیم چیه؟ خب اون مقدمات رو سریع‌تر بگم. من یک سری انتظار از شما دارم، اونم اینه که فکر کنین در درجه اول، دو از پیچیدگی ها انقدری نترسید که اصلا شروع نکنین به کار کردن. یه بخشی از کنترل ریاضیه، یک البته یه تیپ ریاضیات خاصه، میبینیم به مرور. ریاضی یک کم بعضی از ماها رو میترسونه، ولی انقدرم ترسناک نیست. تا وقتی بهش دست نزنین، تا وقتی پاتونو خیس نکنین، توش نرین، نمیتونین بفهمین که تهش قراره چی بشه و هی سخت و سخت‌تر میشه. باید از اول خودتون رو آماده کنین که پیش برین. حتما یه جاهایش سخته، به مشکل برمیخورین، دوباره لازمه که برگردین یه چیزایی رو بخونین، بپرسین، تا کم کم براتون عادی بشه که چی کار دارین میکنین. من یک مثالی براتون بزنم. من یه درسی میگذروندم به اسم سیستم های دینامیکی تو دانشکده ریاضیات بود. بعد هر جلسه که من میرفتم سر کلاس، استاد میومد یه چیزایی میگفت، بعد من احساس میکردم که چقدر مثلا جالبه و در این حال چقدر سخته. همیشه هم احساس میکردم که نمیفهمم، حس نمیکنم، میفهمم اون لحظه چی داره میگه ها، ولی حس نمی کنم که در مورد چی داره حرف میزنه. آخر درس استاد شما دکتر رکنی بود که آدم در واقع صاحب سبکیه در اون درس، همین دانشکده علوم دانشگاه تهران. آخر اون درس یه پروژه داشت، هر کی قرار بود یه مثالی رو برداره از اون تکست بوکه و در موردش مثلا جزئیات رو دراره بیاد در موردش صحبت کنه. نوبت من که شو میگم، واقعا احساس میکردم هیچی نفهمیدم از درسه. نوبت من که شد رفتم صحبت کردم، یه لحظه نگاه کردم، عین چیزایی که یارو میگه منم دارم میگم. نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده ها، خیلی ارتباط منطقی مشخصی بین حرفایی که میزدم نمیتونستم برقرار کنم، ولی خروجیش شبیه اونایی بود که استاد میگفت. بعد از اینکه درس تموم شد با استادم صحبت کردم، گفت منم خودم خیلی جا نمیفهمم که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی یه حس کلی از موضوع دارم. این حس با فکر کردن و حتی تلاش نافرجام، با فکر کردن و تلاش کردن به دست میاد. به شدت توی کنترل خطی به این موضوع نیازه. خطر چیه؟ شما میتونین کنترل خطی رو بدون فکر کردن بگذرونین. مثلا یه سری از شما با من آمار احتمال داشتین، هیچ کی بوده با من آمار احتمال داشته باشه. آمار احتمال درک کردنش سخته و تا درکش نکنین نمیتونین
به جوابی برسید. کنترل خطی نه، میتونین درک نکنین، مرحله یک رو انجام بدین، مرحله دو رو انجام بدین، مرحله سه انجام، آخرش هم انجام بدین، به نتیجه هم برسین و نفهمین چرا این کارو کردین. خطرش اینه، بدون فهمیدنم میشه کنترل خطی رو اگه ملاکمون نمره است بگیم نمره خوبی ازش گرفت، اما نمیتونیم بعداً ازش استفاده کنیم. نمیفهمین اینایی که بلدین حالا کجا باید به چی بخورونین. باید فکر کنیم و این دو جلسه اول بسیار مهمه از این نظر. هیچ کار خاصی تو این دو جلسه نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم ببینیم که قراره که در کنترل خطی از یه نگاه بالا چی یاد بگیریم. همین. خب در مورد این انتظار من بود، انتظار شما هم خودتون میتونیم بگین. من یه دونشو میدونم، اونم اینه که سعی کنم خوب درس بدم دیگه، محترم باشم باهاتون، شما هم با من محترم باشین، بحث کنیم با هم دیگه، سعی نکنین که کلاسو خیلی آروم بگذرونین. بعد در مورد نحوه ارزشیابیتون طبق معمول یک امتحان میان ترمی وجود داره، یک امتحان پایان ترم، تمرین کویز و پروژه. میان ترمتون و تاریخشو آموزش تعیین کرده، 14 فکر کنم اگه درست بگم، پنجشنبه 14 آبان. پایان ترمتون نمیدونم کیه، یه موقعی هست، صحبتی در موردش نداریم. تمرین کویزاتون یک شنبه هاست، هر یک شنبه نیست اما یک شنبه هاست، بخشی از یک شنبه ها. پروژاتون هم که در واقع اختیاریه، نمره اضافه بر نمره کلتون داره. فعلا اینجوری در نظر بگیرین که میان ترمتون 30% نمره است، پایان ترم 50% نمره، تمرین کویز هم 20% نمره. پروژه‌تون هم حالا در مورد نمرش و اینا بعداً صحبت میکنیم. و البته در خلال درس ما یک سری سوال امتیازی هم داریم. چه تیپ مسائلی میشن سوال امتیازی؟ مسائلی که دیتیل ریاضیش بیش از چیزیه که برای مهندسی کنترل لازم باشه، ولی دونستنش بسیار به شما دید میده. و از اونجایی که معمولاً ما به امتیازی ها بیشتر علاقه داریم تا به اجباری ها، همه یعنی قسمت عمده ای هم تشویق میشین که خب به این سوالات امتیازی بپردازیم. تمرین کویزاتون به این ترتیبه که من ابتدای هر مبحثی، حالا این دو جلسه اول بزنیم کنار که کلی میخوایم صحبت کنیم، ابتدای هر مبحثی یه سری تمرین به شما میدن. اصلا انتظار ندارم برین تمرین ها رو حل کنین و تحویل من بدین. از این تمرین ها به فاصله حداقل یه هفته، من معمولا 2 به جز یه دفعش، بقیهش دیگه 2 ایه، یه کویزی گرفته میشه. حالا مثلا 2 سوال از همون تمرین هاست، باید حل کرده باشین تا بتونین تمرین رو جواب بدین ها. باید حل کرده باشین و فکر کرده باشین بتونین کویز رو جواب بدین. در واقع جای تمرین تحویل دادنتونه. فقط خب یه خورده هم مصرف کاغذش کمتره، هم صحتش قابل سنجشتره. ما 7 یا 8 کویز میگیریم. من الان تو برنامه ای که چیدم براتون 7 کویزه، 8 دیگه اگه بخوایم کویز بدیم باید روز قبل از امتحان تو میام کویز بدیم. از این 7 کویز 5 تاش محاسبه میشه، یعنی با هم دیگه جمع میشه تقسیم بر 5 میشه. 2 کویز
اینجوری در نظر گرفتم که به هر حال همه ماها یک مشکلاتی داریم، نمیدونم بریزی میشیم یه موقعی دپ میشیم، نمیدونم یه اتفاقی بالاخره برای هر کسی میفته، یه موقعی مسافرت باحالی پیش میاد، میخوایم بریم مسافرت کلاس مناسو بیخیال، نمیخوام ضرر کنین، ولی در حد دوتا کویزه، یه اگه کل ترم تو حالت دپین اون دیگه یه فکر دیگه ای باید برش بکنین. حضورتون در کویز که خب اجباریه، در نتیجه کویز هم سعی میکنم سر کلاس بگیرم، برای اون نیم ساعتی که هدر میره یه فکری میکنیم، حضورتون تو کلاس کاملا اختیاریه، اما توصیه میکنم بهتون اگه میخواین تصمیم بگیرین که کلاس براتون مفید هست یا نیست، واقعا یکی ممکنه که کلاس براش مفیده خودش بره بخونه، خیلی هم بهتر بشه، بهتر بفهمه. فقط این تصمیم گیری رو موکول کنیم مثلا به اینکه 3-4 هفته گذشته باشه، 3-4 هفته خودتون رو ملزم کنین که سر کلاس بیاین، بعدش با یه اطلاعات کاملی کلاس رو دیدین، خودتون هم که میشناسین، یک کم از درس هم دیدین، حالا میگین که آقا نه من همین یه ساعت و نیمی که میشینم اینجا اگه برم چیز کنم، برم خودم بخونم خیلی بیشتر یاد میگیرم، هیچ اشکالی نداره. من خیلی اصراری ندارم به اینکه حتما همتون همیشه سر کلاس باشید. دیگه اتمام حجت و اینا چی دیگه باید بگم؟ به اونا که همیشه میگم چی هست؟ اینی که کی میاین سر کلاس؟ کی میرین؟ چند بار میرین؟ چند بار میاین؟ همش به خودتون مربوطه. چی میخورین سر کلاس؟ چی مینوشین سر کلاس؟ اونم به خودتون مربوطه. تا حدی که برای سایرین آزار دهنده نباشه. اگه میخواین سر کلاس مثلا گیم بازی کنین، یا یه گیمی بازی کنین که خیلی یه نفر است برای خودتونه، یا دیگه اینو اینوری و اینوری و پشتری و اینا رو هم دخیل نکنید. آره اینجا رو باید اینجوری بری، نمیدونم اونجا مثلا اونجوریه، خودتون بازی کنین، نمیدونم کتاب دیگه ای خواستین بخونین بخونین، مهم نیست، ولی تا وقتی که من ناراحت نمیشم، ولی حواستون باشه که دوستاتون رو اذیت نکنید. دیگه همین دیگه، همه اون چیزی که آها یه چیز خیلی مهم، به هیچ وجه نذارین که در درجه اول خودتون رو به خودتون مربوطه، ولی من توصیه میکنم در درجه بعدی من این احساس رو بکنم که تمام وقتی که شماها میذارین یک ساعت و نیم زب داره، نمیدونم چند تا مثلا تقریبی مثلا فرض کنن 62 نفر، تمام وقتی که یه ساعت و نیم هایی که شما میذارین و یک ساعت و نیمی که من میذارم همش صرفاً برای یک هدف دونی مثل نمره است. اصلا نذارین من این حس رو بکنم، خیلی شاید اگه یه چیزی به این بر بخوره این باشه. روال چیز مشخصه، اینی که همین واقعا در همین حد در مورد نمره صحبت میکنیم، حالا بعدا نمیدونم امتحان دادین اعتراض هم میکنیم اونجا اونا بحثش فرق داره، ولی این که احساس کنیم همه هم و غم ماها برای اینه که نمرمون اینقدر بالاتر یا اینقدر پایین تر بشه، واقعا بی انصافی نامردی در حق وقتی که شما گذاشتین و وقتی که من گذاشتم. پس به شدت سعی کنین که این احساس رو در درجه اول در خودتون از بین ببرین، اگه نتونستین در خودتون از بین ببرین یه جوری نشون بدین که من نفهمم که شما همچین احساسی دارین. خب دیگه بریم سراغ کارم. نه هنوز صفحه درستون نگرفتم، میگیرم براتون اون حل تمرین. خوب شد گفتی. در مورد ساعت حل تمرینتون، کلاس حل تمرینتون یک کلاس فانتزی نیست. بخشی از مثال‌هایی که من میخوام بزنم میسپرم به حل تمریناتون. خودم هم ممکنه یه موقعی بیام تو کلاس حل تمرین خودم بگم مثلا، و حتی یه موقع‌هایی یک قسمت‌های حاشیه‌ای از درسو،
چیزایی که من به عنوان آنچه که شما در کنترل خطی باید بلد باشین برام مهم نیست، اما مثلا فرض کنین یه حالت خاص و یه نکته ایه که حالا بخواه پس بردا بعضیتون میخواین کنکور بدین، شاید اون نکته رو دیده باشین بهتر باشه. اینا میره تو کلاس حل تمرینتون. تو کلاس حل تمرینتون حضور داشته باشین. حالا اینی که ساعتش کی خواهد بود، من پیشنهادم کیه؟ سه شنبه ظهر خوبه؟ نه خوب نیست. بذارین در این مورد، چون جمعیتی که کلاستون هم زیاده احتمالاً در یه مدت 5 دقیقه‌ای همگرا نمیشیم به یک ساعت خاص، ممکنه اصلا دو ساعتش کنیم، دو تا سشن موازی باشه، هر کی تو هر کدومش خواست شرکت کنه. فقط شرطش اینه از کلاس حل تمرینتون استقبال بشه. خب اگر شما سوالی دارین من جواب بدم، اگه نه برم سراغ جان. بگو. نه ببین، پیش نیازش هست خب، ولی چیزی که شما از سیگنال باید بلد باشین، هرچی بیشتر بلد باشین مسلما بهتره، چیزی که باید بلد باشین تبدیل لاپلاس در حد این که لاپلاس ای به توان منفی آتی چی میشه، و عکس تبدیل لاپلاس بازم اون در حد این که یک به اضافه مثلا اس به اضافه یک به روی اس به اضافه آ، عکس تبدیل لاپلاسش چی میشه، و دو سه تا قضیه مقدار نهایی و اینا که اونا رو حالا هر وقت لازم شد بهش اشاره میکنیم. در این حد لازمه که بلد باشین. توی تمرین سری اولتون یه مروری روی مهارت‌های مورد نیاز از سیگنال سیستم خواهد شد، اما هرچی بیشتر سیگنال سیستم رو بدونین میتونین راحت‌تر کنترل رو هضم کنین. خب دیگه نداریم، بریم سراغ اینی که اصلا کنترل چیه. کی میتونه یه حسی از کنترل بگه؟ اصلا واژه کنترل برای شما چه چیز رو تداعی میکنه؟ خب یعنی واقعا برای مثلا شما کنترل یه چیزی رو تداعی نمیکنه؟ حداقل من که از وقتی بچه بودم این تو ذهنمه که دائم میگفتن خودتو کنترل کن. من نمیدونم، مثل اینکه به شما نمیگفتن نه؟ تنظیم سیستم. یه خورده بگیم حالا فقط تنظیم به چه معنایی؟ درسته ها، فقط میخوام دقیق ترش کنیم. آها این یکم داره اون تنظیم رو تشریح میکنه. تنظیم یعنی این که ما انگار از سیستم اون چیزی رو بخوایم، اون چیزی رو بکشیم بیرون که دوست داریم، به اون نتیجه برسیم که دوست داریم. یه سوال مطرح میشه، مثلا یه مثال سیستم بزن، یکی یه مثال سیستم بزنه، یه سیستم مثال بزنه مرد بخش. یه موتور، منظورت از موتور موتوره یا موتور الکتریکیه؟ خب نه، به نظر میاد شما خوب برقی شدین. خب یه موتور الکتریکی مثلا چه کار کرده مطلوبی مورد نظرت شماست؟ مثلا
به اندازه 4 پیرادیان بچرخ. چی کار میکنی برای اینکه بچرخه؟ فرض کنیم مثلا یه موتور دیسیه، باید بهش یه ولتاژی بدی. خب بعد ولتاژو میدی؟ نمیتونم یه موتوری طراحی کنم که دو دور بچرخه، که دیگه نیازی هر وقت ولتاژ دادم دو دور بچرخه. یه وقتی خواستیم 3 دور بچرخه دیگه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ یه باشه، پس ما میدونیم اگر که فرض کن 1 ثانیه به این ولتاژ بدیم دو دور میچرخه. حالا آر پی امش خودتون حساب کنید. اگه 1 ثانیه و نیم بهش ولتاژ بدیم 3 دور میچرخه. همین جمله‌ای که من گفتم الان، یعنی این سیستم رفتارش چیه؟ خطیه. خب شما که خب بلد این همه. خب چرا خط، چرا این مثال میگه خطیه؟ انگار که رابطه مدت زمان تحریک کردن موتور با زاویه‌ای که موتور طی میکنه یک رابطه خطی داره. حالا فرض کنیم حتی موتور اینطوریه. خب پس مشکلمون برطرف شد. الان تو این موتوری که داریم باش کار میکنیم 10 سانت؟ نه، اصلا یه چیزی میشه از خونه که مثلا نگار دوری که مسافتی که داریم چرخه. اون موتور فرض کنیم به یک چرخی متصله، اون چرخ اگه موتور به چرخه، چرخه با در واقع یک حرکت دورانی رو به یه حرکت انتقالی تبدیل میکنه. ممکنه بخوایم بگیم آره من با چرخش موتور کاری ندارم، میخوام به اندازه 10 سانت فرض کنیم موتور وصله به یه چرخ، این مجموعه بره جلو. اینم و این که دوباره میتونم برم حساب کنم خب اگه اینقدر بهش ولتاژ بدم اینقدر میچرخه. این واقعا کنترله ها. فقط سوال من اینجاست، اگه ما میخوایم از یک سیستمی رفتار مطلوبی بگیریم چه نیازی به کنترله؟ از اول یه جوری میسازیمش که اون رفتار مطلوب رو بده، یه چیزو اسم چیو؟ روجینا گفت، اونم اینه که لزومن رفتار مطلوب ما همیشه یه چیز نیست. من یه بار میخوام موتورم دو دور بچرخه، یه بار میخوام 3 دور بچرخه، یه بار اصلا با میزان چرخشش کار ندارم، میخوام در سرعت 5000 RPM بچرخه. یعنی اصلا دیگه کاری ندارم چقدر طی میکنه، سرعتش دیگه برام مهمه، جا به جاییش برام مهم نیست. مطلوب های ما عوض میشه. وقتی مطلوب هامون عوض بشه، یا باید به تعداد مطلوب هامون سیستم بسازیم، مثلا این موتور یه دور چرخشه، این موتور مثلا دو دور چرخشه، این موتور سرعت زاویه ای اینقدره که خب اینقدر مسخره است که حتی نمیخندیم. خب یا اینکه بیایم یک سیستمی که سیستم پیچیده یه برای ساختن مثل موتور الکتریکی رو بسازیم جوری که بتونه خیلی کارها بکنه، بعد یه جایی، حالا من میگم قبلش، قبل مفهومی ها، قبلش یه چیزی بذاریم که به این میگیم کنترل کننده، به این بگیم هدف مطلوب ما سرعت زاویه یه انقدره، آقای کنترل کننده شما هر کاری میتونی بکن که اون سیستمه برسه به این هدف مطلوب ما. این همه ای کاریه که ما میخواییم بکنیم توی این درس. با یه سری مفاهیم اولیه آشنا بشیم. همین الان تو تعریف بودا سیستم یا فارسیشو بگیم سامانه.
میگه من اینی که چیه رو نمی نویسم. سیستم یا سامانه مجموعه ای از المان هاست، توی معارف کلاس اول دبیرستانم فکر کنم داشتیم، مجموعه ای از عناصره که در کنار همدیگه یک رفتاری رو نشون میدن. هدف داریم در کنترل یا مطلوب. توی تعریفی که دوستاتون گفتن سیستم رو نام بردن و گفتن میخوام به یک هدفی برسم یا به یک مطلوبی برسم، مثل سرعت زاویه یه فلان. تقریبا تو هر مسئله کنترلی یک هدف و مطلوبی هم تعریف میشه. اینجوری بگم، بدون هدف شما هم کنترل کنیم به چی برسیم؟ وضعیت، حالا یا کیفیت، اینا رو بعداً توی یه سیستم واقعی نشون میدیم که به چی میگیم وضعیت. این وضعیت ترجمه استیت. سیستم شما یک استیت مطلوب داره، یه استیتی که الان توشه داره، لزوماً هم این دوتا یکی نیست. اگه شما کنترل کننده کارشو خوب انجام بده، این دوتا میشن یکی. وضعیت اون حالتیه که الان سیستم داره. متغیر کنترل، بهش خروجی کنترل هم میگیم. برای اینکه بعداً با کنترل کننده هاتون قاطی نشه، خروجی سیستم. ببینید، خروجی سیستم اون چیزیه که شما روش هدف تعیین کردین. بیاین همین مثالی که زدیم و دونه دونه کنارش بنویسیم. موتور الکتریکی، فرض کنیم ما سیستممون یک موتور الکتریکیه. هدفمون چی بود؟ حالا یه خورده شیکترش کنیم. آلفا رادیان، چرخش. خروجی که هدف روش تعریف شده چیه؟ چی قراره برسه به یه مقدار مطلوب؟ میزان چرخش. من میخوام میزان چرخش هم بشه آلفا رادیان. وضعیت هم چیه؟ مقدار فعلیه متغیرهایی که اون تو هست. حالا مهمترینی که الان ما میشناسیم همین در واقع زاویه چرخشه. دیگه چی؟ ولتاژی که داریم به موتور میدیم. دیگه چی؟ باری که رو موتور افتاده. شما یه موتور بدون بار بچرخونی یه جور میچرخه، بار بهش وصل کنی یه جور دیگه میچرخه، افت میکنه سرعتش. متغیر تأثیر پذیر، این درک اینا توی سیستم خیلی مهمه، همیشه هم خیلی کار ساده ای نیست. متغیر تأثیر پذیر اون متغیریه که شما از طریق اون میتونین به هدف برسین. شما توی همین موتور الکتریکی اگه میخواین آلفا رادیان بچرخین، نمیتونین که برین سر شفت موتور بگیرین آلفا رادیان بچرخونین.
یعنی مستقیما به خروجی نمیتونین دسترسی داشته باشین. حالا اینجوری بگم، اگه داشته باشین هم تو یه حالتیه که دارین بازی میکنین، کاربرد نیست. کدوم متغیره که دست شماست؟ ولتاژ. اگه موتورتون مثلا نمیدونم موتور براشلسه پی دبلیو امی که داریم به موتور میدین، آیا تو این مثال میشه همون ولتاژ؟ اون چیزیه که دست ماه. بهش خیلی وقتا ورودی سیستم هم میگیم. و چیزی که تا حالا در موردش صحبت نکردیم، اغتشاش. بعدن توی کنترل که میریم ما یه فرق میذاریم بین در واقع اغتشاش که ترجمه دیستربنسه با نویز که ترجمه نویزه. ماهیتاً خیلی با هم فرقی نمی‌کنن، اما تیپ سیگنالاشون با هم فرق میکنه. اونو بذارین سر موقع خودش. الان اغتشاش منظورم هر چیزیه که رفتار سیستم رو ناخواسته تحت تاثیر قرار میده. ناخواسته ها، شما خودتون دارین رفتار سیستم رو عوض میکنین با متغیر تأثیر پذیر. اما یه چیزی که دست شما نیست، مثلا تو موتور چه اتفاقی ممکنه در موتور بیفته؟ نه یه دفعه مثلا نگی موتور نمیدونم بسوزه سیم پیچش ها، اون دیگه خیلی به اونا میگیم، ما به اونا میگیم فالت، یعنی خطا دیگه، اصلا کلن سیستم از بین میره. اغتشاش یه چیزی که دست ما نیست، نبود گرم شدن دیگه، یه باری به سیستم وصل شدن. حالا دست ما نیست که ما خودمون وصل میکنیم، ولی دست ما نیست به این معنی که ما نمیتونیم باره رو وصل نکنیم. برای چی؟ معنی که میخواییم یه استفاده از اون موتوره بگیم. واقعا هدف روژینا این نیست که یه موتوری آلفا رادیان بچرخه، زندگیش این نیست که مثلا زندگیش رو تنظیم کنه برای این اساس که یه موتوری آلفا رادیان بچرخه. میخواد با اون آلفا رادیانه یه کاری کنه. مثلا فرض کنید یه بازوی مکانیکی وجود داره، قراره یه نقطه ای رو جوش بده، هر دفعه باید بره یه جای وایسه بیاد یه نقطه ای رو جوش بده. یه موتوری اگه به این بازو وصل باشه، انگار که این موتور مثلا باید 90 درجه بچرخه تا برسه به اون نقطه ای که باید برسه. حالا بار مختلفی ممکنه روی این بیفته. مثلا میگم ممکنه به مرور روغنکاری، یا اولی که روغنکاری شده خیلی خوبه، بعدش کم کم استکاک بین جوینتاش زیاد بشه، انگار یه باری افتاده رو موتور، باید زور بیشتری بزنه تا برسه به اون نقطه‌ای که میخواد. اینا چیزاییه که شما نمیتونین اندازش هم نمیدونین. خیلی وقتا نمیتونین هی دائم من استکاک بین جوینت‌ها رو هر لحظه اندازه‌گیری می‌کنم، نمیتونین بکنین. پس اینو من می نویسم برای اینکه بقیه به نظرم واضحه. میگم سیگنالیست، حالا یا ناشناخته یا شناخته، که بر رفتار سیستم تأثیر می گذارد معمولا اندازه گیری نمی شود، یا اندازه گیریش گرونه، یا اصلا قابل اندازه گیری نیست. خب به ورودی یا به سیستم ممکنه اصلا به ورودی دست نزنه ها، به خروجی دست بزنه. ورودی رو که ما قرار بدیم. خب چرا، یه جایی ممکنه اغتشاش وارد ورودی هم بشه ها، ولی معمولا اغتشاش تا
تأثیرش رو روی خروجی میذاره، یا حداقل ما تأثیری از اختشاش برامون مهمه که رو خروجیه، ما تهش برامون خروجی مهمه. خب حالا بگو یه بار دیگه سوالتو. اشتباه بود؟ مطمئنی؟ من چون متوجه نشدم. خب بریم سراغ یک مثال دیگه، تا بعدش یه مثال دیگر رو بگم بهت. شما مثال بزنین. کسی میتونه یک سیستم کنترلی، خیلی لازم نیست فکر کنین که سیستم عجیب غریبه، خیلی مثلا الکتریکی مکانیکی باشه، میتونه سیستم هایی که دور و برمون به طور معمول هم داره اتفاق میفته باشه. آسانسور چی رو به عنوان خروجی تعریف میکنی که بعد روش یه مطلوب تعریف کنید؟ این دقیقا سوالایی که به ترتیب باید از خودتون بپرسید. موقعیت آسانسور رو به عنوان خروجی تعریف میکنی، مطلوب چیه؟ توی طبقه ای که مشخص کردی وایسه، حتی اینجوری اینجوری هم وای نسته، قشنگ الان وایسه با اون طبقه. اگه اینو به شکل یه سیستم نگاه کنیم، چیزی که باهاش میتونی تأثیر بذاری چیه؟ آسانسور یه جوری داره حرکت میکنه دیگه، یا یه موتور الکتریکیه، یا این آسانسور کوچیکایی که الان توی خونه ها میذارن یه جک هیدرولیکیه، یا یه سیستم هیدرولیکیه. اوناست که داره تعیین میکنه که این چقدر حرکت کنه. اغتشاش چیه؟ این یکی رو بگی خوبه. مهمترین اغتشاشی که تو آسانسور ممکنه اتفاق بیفته. چی چی چی؟ دیگه؟ وزن؟ برق بله یکم دیگه فالته ها. شما اگه یه سیستمه، مگر اینکه مثلا بگی که خب من اون قسمتی که برق رفت یو پی اس هم وصل کنه جزو کنترلم در نظر میگیرم، که انگار که داری یه سیستم دیگه ای رو در نظر میگیری، سیستمی که برق رو با در واقع یو پی اس جایگزین میکنه. همون ماجرای استکاک و اینا هم اینجا هست به مرور دیگه، درسته؟ ولی خب وزن معمولترین چیزیه که ماها میتونیم تصور کنیم و واقعا مؤثره ها، واقعا مؤثره. خب متغیر تأثیر پذیر. مثال دیگه کسی داره؟ سنگ کارگر بسید من یک کار این سو انجام بده سنگ خب تغییر تأثیر تزدیم مثلا خوب بشه. آفرین. خیلی چیز هاست دیگه. آره یکیش خونواده شه، یکی حالشه، یه روز خوبه، یه روز مریض شده، یه روز نمیدونم فلان شده، یه روز رفیقش اومده بهش گفته که آقا این پولی که تو داری میگیری برای این کار خیلی کم، آقا مثلا ما میشناسم یه جایی که بیشتر میده. خروجی چیه؟ آره حالا بخوایم یه خورده چیزش کنیم، مثلا کیفیت انجام کار یا سرعت انجام کار دیگه. چیزی داریم اینجا؟ نه. از نگاه سیستماتیکت به انسان‌ها خیلی ممنونم. واقعا ما چی داریم پرورش میدیم توی دانشگاه؟ حالا ببینید یه تجربه هایی از کنترل که خودمون داریم رو در موردش صحبت کنیم. شما در زندگیتون هر از چندگاهی کنترل میکنید. میتونه کسی یک مثالی ازش بزنه؟ هر کار سختی که براتون سخته لزوما کنترل نیست ها. خب مثلا برابر جنس پارچه باید خودمون تشخیص بدیم چه زمانی
الان برای نایلون چه دمایی مناسبه؟ در واقع نگاه میکنیم روش میبینیم که کدوم درجه رو نوشته نایلون دیگه، بعد رومون بیذاریم. بد نیست. حتی در ساده ترین شکل این مثال خیلی مثال مهمیه، یکی از چلنجای رباتیکی هم هست. از پله بالا رفتن ما چجوریه؟ دقت کنین یه بار به از پله بالا رفتنتون. معمولاً دو سه تا پله اول رو فکر میکنین، یعنی نگاهتون به پله هست، شما نگاه میکنین که ببینین چقدر پاتون رو باید بیارین بالا. این سیستم حرکتی شما میشه کل سامانه‌ای که ما داریم بررسی میکنیم. هدفتون چیه؟ هدف اینه که این پایی که میاد بالا، هم میزان بالا اومدن هم میزان جلو رفتنش مشخص باشه. نمیگم حالا جوری باشه که ال بشه بل بشه، نه مشخص باشه. وضعیت و متغیر کنترلی که خب میشه همون پوزیشن کف پاتون که قراره برسه به یه نقطه مشخصی، و متغیر تأثیرپذیر هم خب تمام این عضلاتی هستن که دارن مجموعه این کار رو انجام میدن. وقتی یه سری پله هست دقت کنین، حتی این یکی با اطمینان نمیتونم بگم، ولی حتی پله هایی که میشناسین ها، تو دو سه تا پله اول شما نگاه میکنین و دارین این مسیر، ببین این مسیر بسته میشه، میبینین فرمان میدین، میبینین فرمان میدین، یه جایی احساس میکنین خب خوبه اینجا نگه میدارین. دومی و سومی هم همین کارو ممکنه بکنین، ولی از یه جایی به بعد دیگه تو خودآگاهتون بهش فکر نمیکنین، همینجوری دیگه لول رو گرفتین، میدونین هر دفعه چه اتفاقی باید بیفته، اون سیگنالی که باید تولید بشه تولید میشه. یه سیگنال متناوب هم هست. یه آزمایشی وجود داره که یه در واقع ستی از پله ها رو درست میکنن، فقط پله ها وسطش از نظر ارتفاع و پهنا عوض میشن، با اصلا فاجعه رخ میده. یعنی همه ماها در بالا رفتن از یه همچین پله، دقت کنین پله ها حتی در مثلا یه جایی مثل تخت جمشید روالشون یکیه. این تجربه رو همه تون دارین که مثلا حالا که چراغای چیز اتوماتیکه، اگر که تو پله بالا رفتنه این زمانه سر برسه و خاموش بشه، تقریبا هیچ مشکلی ندارین تا اون پله آخریه که تو تخت پاتون رو میکوبین زمین. چرا؟ چون فکر میکردین که قرار هنوز پله باشه. حالا اگه خیلی محتاط باشین البته مثلا یه اینجوری اینجوری میکنیم، ولی فرض کنیم که این کار نمیکنیم، فکر میکنیم قراره هنوز بره پایین، ولی خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنین میخوره. این تجربه رو احتمالا خیلی هاتون کردین، یا تو بالا اومدن برعکسش اتفاق میفته، وقتی که تموم میشه یه دفعه انگار هوردی خالی میشه دیگه، شما میخواستین بذارین اینجا، اینجا چیزی نبوده رفته دوباره پایین تر. این مثال خیلی خوبیه. مشکلاتی که پیش میاد تو کنترل، من یه مثال میزنم که مشکل، البته متاسفانه شما دیگه اینو تجربه نکردین. یک زمانی بود که خونه ها آب گرمشون از طریق آب گرم کنای چیزای گنده ای بود تامین میشد، حالا یا نفتی یا گازی. چیزی به اسم برگشت توی سیستم لوله کشی وجود نداشت، الان وجود داره. الان آب داره دائم میچرخه، در نتیجه آب هیچ وقت خیلی دماش افت نمیکنه. این اصلا جدیدا که تا روشن کنی سریع گرم میکنی. اون موقع اینجوری نبود، شما یک حجم وسیع آب تو لوله مونده بود که مثلا سرد شده، باید باز میکردی تا این آب بیاد رد بشه و اون آب گرم کنم که بازدهش خیلی پایین بود تازه دیگش گرم بشه، تا کم کم انتظار داشته باشی که آب گرم داشته باشی. یه مسئله خیلی پیچیده
که واقعا مثلا جزوش الان نیست، داگزم جزو شوخی های اون موقع بود، یا بعضیا ایده های جدیدشون رو مطرح میکنن که چجوری این آب گرم و سرد رو باز کنی که برسه به اون دمای مطلوب. چیزی که اینجا آزار دهنده است، کارو سخت میکنه، میتونین حدس بزنین که چیه؟ چرا این مسئله سخته؟ اگه تجربه کرده بودیم میفهمیدیم، ولی چرا این مسئله سخته؟ تأخیر. شما هر عملی انجام میدین یه مدت زمانی طول میکشه تا نتیجه عملتون رو ببینین. کنترل سیستم های تأخیردار کنترل پیچیده ایه، خیلی پیچیده تر از کنترل سیستم های بدون تأخیره. اتفاقی که میافته چیه؟ اگه دفعه بعد دفعه اول ناوارد باشین، آب گرم رو باز میکنین، هی باز میکنین، هی این هنوز سرده، هی باز میکنین، هی سرده، بعد کم کم مثلا میرسه به یه دمای مطلوب، فکر میکنی خب شد اونی که میخواستم، مثلا دوش رو باز میکنی، میز دوش، ولی این وسط راه بوده، تازه قرار بود انقدر باز کرده اون آب گرمه قرار بوده که خیلی زیاد بشه، یه دفعه داغ میشه، بعد به سرعت شروع میکنیم بستنش، فرصت نمیدیم بهش که به حالت ماندگارش برسه، بعد دوباره سرد میشه، دوباره یکم زیاد میکنین، کم کم دستتون میاد، انگار یه مجموعه نوسانی اینطوری دارین تا برسین به دمای مطلوب. این خاصیت سیستم های تأخیر داره. شما با کنترل کننده معمولی که بعدا در مورد انواع کنترل کننده صحبت میکنیم، یه سیستم تأخیردار عموما پاسخ نوسانی داره، هی نوسان میکنه تا برسه به اون مقدار مطلوب. حالا فاجعه وقتی بود که شما میخواستین برای یه مدتی شیره رو ببندین دوباره باز کنین، این اون عملیات رو باید مجدداً انجام میدادین، برای همین معمولا کسی نمیبست در این شرایط. 3 ساعت هم اگه اون تو کار دیگه داشت، اونو تو همون وضعیت استیبلی که بود نگه داشت. خب بریم سراغ خودم خسته شد، بریم سراغ شاید اولین سیستم کنترلی که یکم از نظر ما ماشینیه بوده ها، کنترل کننده های در حتی تمدن های باستانی هم وجود داشته، مثلا ساعت آبی معروف ترینشه. ساعت آبی کار یعنی زمان سنجیش بر این اساس بوده که یک مخزنیه، آب توشه و یه سوراخ کوچیکی زیرش هست و یه مثلا فرض کنین ظرفی که اون ظرفه میزان آب توش نشون میداد چقدر از زمان شروع گذشته. مشکل مخزن آبی چیه؟ اینه که آبه که کم میشه سرعت چکه کردن هم کم میشه، چون فشاری که بالاشه کم میشه. برای اینکه این مشکل رو برطرف کنن یه چیزی شبیه شناورایی که الان تو کولرها استفاده میشه بود که انگار نمیذاشت این سطح آب کم بشه، اگه کم میشد از یه مخزن بزرگتری میریخت تو این که دوباره برسه به سطح مطلوب، قطع میکرد، دوباره وقت میومد پایین میرسید به سطح مطلوب. این یکی از چیزایی بوده که در تمدن باستان نمود کنترلی بوده. اما یه خورده حالا بیایم نزدیکتر باشیم، ماشین بخار کی اختراع کرد؟ کی؟ مشخصه ای که وات بهش معروفه چیه؟ خیلی مهمه ها، در این حد مهمه که الان هممون باید بلند شیم اینجا بریم بیرون. کارتون های زمانمون هم با هم فرق میکنم، اینا ما همش تو کارتون ها میدونم. چی بگو؟ توان چی؟ نه منظورم انقدر مشخصه تکنیکالی نبود، خیلی وات
وات، نه نه وات آدمه رو دارم میگم ها، جیمز وات. میشه گفت که ماشین بخار جیمز وات شروع انقلاب صنعتی بود. خب این مشخصه جیمز وات نیست، این مشخصه کاریه که جیمز وات کرده. ولی جیمز وات یه مشخصه داشت که با وجود اون مشخصه باعث یک تحول در این حد شد. اینی که این تحول خوبه یا نه، ما مامان بزرگامون همیشه میشینن آقا اون موقع یه چیز دیگه بود مثلا، اینو کار ندارم. جیمز وات نه تنها سواد آکادمیک نداشت، سواد خوندن و نوشتن هم نداشت. حتی نامه هاشو بچهش براش می نوشت. ولی انقدر دید مهندسی داشت که میگه الان هممون بلنشیم بریم بیرون بریم فکر کنیم مهندس بشیم. ها خیلی مهمه. حالا جیمز وات ماشین بخار رو اختراع کرد. ماشین بخار با یک مشکل بسیار بزرگی روبرو بود. چجوری کارم که خیلی ساده دیگر رو همه تو می دونی. یه یاروی اونجا بود، یک آقایی عموماً فکر کنم خانم اون موقع این کارا رو نمی‌کرد، یه کپه زغال اینجا بود، ای زغال ور می‌داخت می‌ریخت توی یه دیگی، این دیگه گرم می‌شد، آب بخار می‌شد، از یه نازل باریکی می‌اومد، مثلا فرض کنین یه چیزی که شبیه توربینه، این توربین رو می‌چرخون. مشکل اینجا بود که مثل همین آب گرمه، خب فقط اون برش اگه آب خیلی گرم میشد میسوختی، این ورش دیگه بخار میترکید و خیلی خیلی خطرناک بود. مشکل اینجاست که طرف ممکنه همینجوری هی اون تو بریزه، دوتا اتفاق میفته، یا انقدر بخار داغ میشه که فشارش از حد تحمل مخزن بیشتر میشه مخزن میترکه، یا اینکه انقدر سرعت زیاد میشه دیگه المانای مکانیکی تحمل اون سرعت رو ندارن اصلا میپاشن. خود جیمز وات اومد یک راه حل ارائه داد و راه حلش میشه گفت اولین سیستم کنترلی دنیای مدرن ما بود. یه مشکل دیگه ای هم که در این حال داشت اینه که این ماشین بخار وقتی که آزاد میچرخید، مثلا فرض کنیم با اون سرعت مطلوبه که براش تصور کرده بودن داشت میچرخید، ولی میخواستن از این یه استفاده ای کنن، دستش میکردن مثلا به یک دستگاهی. مثلا اون موقع یکی از اولین کارگاه هایی که ما ماشین بخار شروع کرد به کار کردن دستگاه ریسندگی بود، دستش میکردن به یه دستگاه ریسندگی. خب تا بار دستگاه ریسندگی میافتاد روش، دستگاه ریسندگی بار کمی هم نداره ها، چون خیلی وقتا این مجموعه پنبه هایی که قراره بشه نخ گیر میکنه تو شونه های دستگاه، یه وقتی زیاد میشه یه نیروی زیادی مقاومت میکنه در مقابل چرخش، سرعت میافتاد و اون عمل کردی که باید میداشت و نمیداشت، یا یه آدمی باید اونجا بود هی نگاه میکرد، تازه نمیتونست اون بار اندازه بگیره که هی باید خورده خورده میریخ ببینه آقا داره خوب کار میکنه یا نه. فکر میکنم که اوائل این کار رو با کیفیت نخی که میومد بیرون تشخیص میدادن، یعنی در این حد مجبور بودن اندازه گیریشون رو ببرن دورتر، خروجی رو هی دورتر تعریف کنن. ولی وات اومد یک ماشینی پیشنهاد داد، من سعی میکنم که مثل اون بکشم، فرض کنین که این موتور بخاره، یه خروجی داره که یه شفتیه، قراره این شفته بچرخه به یه باری وصله، این بار، حالا که این بار نماینده ای از هر چیزی که میتونست بهش وصل شه، میتونه مثلا یک لوکوموتیو باشه، چرخای لوکوموتیو باشه، میتونه یه دستگاه ریسندگی باشه یا هر چیز دیگه. اون موقع سرعت چرخش این شفت خیلی مهم بود، هنوزم مهمه. کاری که وات اومد کرد اینه که با یک سری
اتصالات مکانیکی اینو این سرعت رو آورد این ور برایش چیزی شبیه کنترل کننده گذاشت. من سعی میکنم بکشم براتون، ولی خب دیگه نقاشی من هم در یک حدی جواب میده. فرض کنید اینا چرخ دندن، نمیدونم چرا من اینقدر پیچیدهش کردم. خب این شمای سادش، این سوختیه که داره وارد موتور بخار میشه. حالا اگه موتور بخارتون زغالی باشه که این در واقع سوختش به شکلی سوختی که بشه شیرش رو بست و باز کرد نباشه، میشه اینو منتقلش کرد به حرارتی که داره از اون زغال میرسه به دیگه بخار، یا مثلا یه سوپاپی که روی دیگه بخار وجود داره که اگه بازشه بخار نه از اون سمت که میره به توربین، از یه سمت دیگه ای هدر بره. چه اتفاقی داره میفته؟ این داره میچرخه، این مجموعه رو اینا همه مثلا چرخ دندن. من تلاشم این بوده که واقعا شبیه اون چیزی که باشه که وات ساخته، ولی عکسشو براتون میذارم توی صفحه درستون که راه افتاد. در نهایت این چرخش میرسه به اینجا، این یک سرعت سنجه، دو تا گوی فلزی داره دو طرف، هر چقدر که این سریع‌تر میچرخه نیروی جانب مرکز اینا رو گویا رو میده بیرون، این شفت پایینی رو میکشه بالا. حالا فرض کنیم که این شفت پایینی وصل به شیر این سوخته به این ترتیب که وقتی بکشی بالا قطع میشه یا کمتر میشه، وقتی بدی پایین بازتر میشه. هر چقدر این سرعت بیشتر میشه این میاد بالا، سوختو کم میکنه، سوخت که کم بشه سرعت افت میکنه. دوباره اگه از اون حد مورد نظر افت سرعت کمتر بشه این میاد پایین، شیره باز میشه. این سیستم خودشو میرسونه به یه سرعت مطلوب. حالا اگه به مرور دیگه یه خورده فرض کنیم مثلا مشکل پیدا کنه، استکاک شفت ها زیاد بشه، همه اینا رو این سیستم تا حدی میتونه جبران کنه. چرا؟ چون خودش داره خودش رو تنظیم میکنه. این مسیری که اینجا وجود داره، این مسیر، همه کنترل نیست اما قسمت مهمی از کنترله که بهش میگیم فیدبک. تو جلسه بعد اینو یه خورده با رابطه بررسی میکنیم. ولی فیدبک چیه؟ فیدبک استفاده از اندازه‌گیری که روی خروجی انجام میدین برای اینه که همون خروجی رو کنترل کنی. بعدها اونایی که کنترلی میشن ممکنه مثلا برن درس نمیدونم کنترل چند متغیره بگذرونن، ممکنه اونی که اندازه‌گیری میکنین با اونی که کنترل قرار بکنین فرق داشته باشن، ولی هر اندازه‌گیری که از وضعیت سیستم انجام میشه و برای تولید
متغیر تأثیرپذیر استفاده میشه بهش میگن فیدبک، حالا فیدبک کنترلی. یه مثال دیگه، برای اینکه بدون این کنترل چقدر مهمه، چی بزنم مثال براتون، یه خورده از فضای مهندسی بیاییم بیرون. ها کنترل قیمت ارز، این یه فرقی داره با مثالی که اینجا زدیم، به خصوص یا اون موتوری که در موردش صحبت کردیم. کنترل قیمت ارز یا قیمت هر کالایی، حالا من ارز رو میگم به خاطر اینکه به طور مشخص استفاده میشه، از نظر اقتصادی در شرایط معمول هر دولتی دوست داره که یک ثباتی در نرخ ارزش وجود داشته باشه. شرایط غیر معمولی هم پیش میاد ها، ولی در شرایط معمول، مثلا همین چند وقت پیش ارزش یوان نسبت به دلار شروع کرد زیاد شدن. در نگاه اول خب برای ما خیلی خوبه دیگه، یعنی مثلا چقدر پول، مثلا اگه ما چینی بودیم میگفتیم چقدر پولمون ارزش داره، ولی دولت چین به سرعت کاری کرد که ارزش یوان بیاد پایین. هدفش چی بود؟ اینه که کالاهاش گرون نباشن، مسافرت به چین برای خارجی ها گرون نباشه، ارزون باشه، برای اشتغال زایی نه برای درآمد بیشتر، برای اشتغال زایی که تولیدش نخوابه کاری کرد که قیمت ارز بیاد پایین. چجوری کنترل میکنه؟ اصلا این سیستمش چیه؟ الان شما میتونیم بگین که سیستمی که داره قیمت ارز رو تعیین میکنه چه سیستمیه؟ سیستم داره. انقدر سیستم پیچیده است که نمیتونیم بگیم. حتی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که خب من مثلا سیستمو کلن در آوردم. ولی میتونه ببین، ما میگیم آقا خیلی پیچیده است سیستم اقتصادی، ولی اقتصاددان یه خورده اینو دقیق ترش میکنه، میگه آقا نمیدونم تولید ناخالص ملی و فلان و فلان و فلان، حالا توی مملکتی مثل مملکت ما یک اتفاقات جانبی مثلا تحریم یا امید به از بین رفتن تحریم، اینها روی قیمت ارز تأثیر میذاره. یکی هم ممکنه پیدا بشه که آقا بگن یکی از توی نمیدونم ناصرخسرو نشسته اسمش جمشید بسم الله، یه اسم اینطوری داره، اون نرخ ارز رو داره تعیین میکنه. خب به هر حال سیستم اقتصادیه و برای ما سیستم بسیار پیچیده ایه، ولی حتی شبیه این کاری که الان میخوام بگم که بانک مرکزی میکنه، البته مسلماً به این سادگی که من میگم انجام نمیده، خیلی پیچیده در، ولی یه تاجر قدیمی به همین سادگی که من میگم تقریبا انجام میده. این سیستم اقتصادی، خروجیمون چیه؟ بگید نرخ ارز دیگه.
نف فرض کنید نرخ ارز ثابت، ثابت مساوی یه مقدار مشخص، آیا این سیستم با این حد از پیچیدگی یه دونه متغیر تأثیر پذیر داره؟ مثلا همین الان داریم میگیم هزار تا چیز رو ماجرا تأثیر داره، خب ولی معدودن اونهایی که شما میتونین، شما منظورم بانک مرکزیه میتونه روشون دخالت کنه، دولت میتونه روشون دخالت کنه. دم دستترینش چیه؟ بهره بانکی مؤثره، امنیت شغلی مؤثره، اینا خیلی دم دست نیستا، سرمایه گذاری خارجی مؤثره، ولی اینا خیلی پلنای بلند مدت میخواد، یه چیز کوتاه مدت چی؟ تورم، تورم که اگه کوتاه مدت میشد کنترلش کرد. آها اونه، با این دوستی کنین، این بعدن از توش مختصدی در میاد، عرضه و تقاضا. پس متغیره مؤثر، اسمش رو داشتیم مؤثر، تأثیر پذیر. میزان عرضه است، این میزان عرضه میتونه منفی هم باشه. کاری که بانک مرکزی میکنه به زبان خیلی ساده اینه، اختشاش هم که دیگه لازم نیست بگم، هممون میدونیم که چقدر اختشاش وجود داره روی نرخ ارز، از این که نمیدونم فلانی اینجوری گفت، اون یکی تو اون جلسه مثلا این یکی گفت، تا شایعه هایی که اصلا ایجاد میشه هوشمندانه، اینا همه رو نرخ ارز تأثیر میذاره، نمیدونم فصل رو نرخ ارز میتونه تأثیر بذاره، همه اینا هست. بانک مرکزی چیکار میکنه؟ به زبان خیلی ساده بانک مرکزی میاد دائما نرخ ارز رو رصد میکنه. رصد میکنه یعنی چی؟ از بازار داره فیدبک میگیره. هر وقت ارز، نرخ ارز از میزان مطلوب ثابتش، حالا واقعا یه عدد نیست، یه بازه است، یعنی منحنیاشو ببینید یه بازه است، هر وقت از این داشت کمتر میشد، برای اینکه نرخ ارز رو بیاره بالا، خودش شروع میکنه به سرعت تو بازار ارز خریدن، ارز رو زیاد میکنه، چون تقاضا تقریبا ثابته نرخ میاد بالا. هر وقت نرخ داشت زیاد میشد، ارزهایی که قبلا خریده تو اون بانکی که داره، یعنی اون مخزنی که داره، از اون شروع میکنه به بازار تزریق کردن که ارزه بیشتر از تقاضا بشه و قیمت ارز افت کنه. این یه کنترل کننده خیلی ساده است، حالا واقعا ماجرا اینقدر ساده نیستا، ولی خیلی از بالا نگاهش کنین همینه، داره با یه اندازه‌گیری از وضعیت فعلی که نرخ ارز در بازاره، یه متغیر تأثیر پذیر رو تنظیم میکنه، یعنی میزان عرضه ارز، میگم حالا یا مثبت یا منفی، به بازار رو تعیین میکنه، نتیجهش اینه که به خروجی مطلوبش میرسه. میگم بازم میگم انقدر ساده نیستا، مثلا شرایطی وجود داره که اگه از یه حدی افت کنه دیگه شما هر کاری کنی ممکنه دیگه بر نگرده، نیاز مثلا به یه اکشن دیگه ای داره، من خیلی نمیدونم، ولی در یه محدوده ای همینه. ببینیم مثال هایی که زدین، یه مثال الکتریک، الکترومکانیکیه در واقع، یه مثال
کاملا مکانیک، یعنی هیدرولیک مکانیک. یه مثال اقتصادی میشه، مثال‌های اجتماعی هم برای کنترل پیدا کرد، به خصوص در سال‌های اخیر یکم رفتن به این سمت که سیستم‌های اجتماعی رو هم سعی کنن کنترل کنن. حالا کنترل اون ممکنه اصلا به کل فرق داشته باشه ها، ولی به این سمت حرکت شده که توی سیستم‌های اجتماعی، سیستم‌های نمیدونم سیاسی یه همچین کاری بکنن. یه جایی تو درس خواهم رسید بهتون یک براتون یک مثالی از ردپای کنترل توی سیستم‌های سیاسی خواهم زد. الان بگم چون مقدماتشو نگفتم شهید میشه حرف. الان دیگه باید هممون بدونیم که از کنترل چی میخوایم. از اون همه یکی بگه که چی شد پس کنترل چی بود؟ میخواین دوتا بگین؟ بگو. متناسب کردن مناسب کردن خروجی، مناسب کردنم یعنی رسوندن خروجی به مطلوب، به هدف مطلوب، توسط ورودی در واقع تأثیرپذیر در یک سیستم با وجود اغتشاش‌های مختلف. آیا تو هر سیستم کنترلی فیدبک لازمه؟ بعضی از سیستما هستن که فیدبک درش لازم نیست. آره درسته، ولی یه جایی شما میدونین که اثر اغتشاش شاید اونقدر نباشه، یا اینکه ان فیدبک گرفتن خیلی کار سختی باشه. سخت منظورم مجموعه ای از نشدنی و گران قیمت بودن ها، داریم مهندسی به مسئله نگاه میکنیم، یا هیچ چیزی هیچ فایده‌ای بدون اشکال نیست. فیدبک یک اشکالاتی داره، بعداً میرسیم توی درس میبینیم نمیگم اشکالاتشو، میبینیم اشکالاتشو. حالا همینجوری بدونین که فیدبک اصولاً سیستما رو کند میکنه. یه جایی هست شما سرعته براتون مهمه، یا اصلا پول ندارین بدین اندازه‌گیری انجام بدین. مثال میزنم براتون، یک تفنگایی هست که تفنگای الکترومغناطیسه. چجوریه؟ یه سیم پیچی توش داره، توی اون سیم پیچ یه دونه پلانگر فلز آهنی وجود داره و یه خازنایی که دائم دارن شارژ میشن. هر وقت شما ماشه رو بچکونین یه جریان خیلی زیادی از این سیم پیچ رد میشه، اون هسته آهنی رو با سرعت هل میده به یه طرف، میخوره به یه مرمی و در میره. ممکنه شما سه تا سرعت داشته باشین روی هیچ کدومتون میدونین که تیر معمولی که شلیک میشه با چه سرعتی شلیک میشه، مثلا جسو و کلاشینکوف و اینا. با دیگه شما آموزش دفاعی هم نمیرین، یعنی من خودم نمیدونم. یه 700 یادمه در مورد جسه میگفتن. حالا البته اونی که به ما میگفت خیلی هم به حرفش اعتبار میخواست بگه خیلی خطرناکه، مثلا خیلی مثلا تکون مخوری زده، ولی سرعت‌های مختلفی برای اون گلوله‌ای که شلیک میشه شما میتونین تنظیم کنین. یه کارش اینه که با فیدبک تنظیم کنین ها،
سرعت این پلانگره رو بیاین کنترلش کنین که برسه به سرعت مطلوب. خیلی کار پرهزینه ایه برای یه تفنگ یه قرار ارزونم در بیاد، خیلی نمیارزه. میاین چیکار میکنین؟ قبلا حساب کردین که اگه اینقدر زمان جریان بدم سرعتش میشه اینقدر، اگه اینقدر زمان جریان بدم کمتر جریان بدم سرعت میشه. انگار که یه ما بهش میگیم یه لوکاپ تیبل، یه لوکاپ تیبل درست کردین، گفته که سرعت مثلا فرض کنی 100 متر بر ثانیه معادل 5 میلی ثانیه جریان دادنه، سرعت 200 متر بر ثانیه معادل 6 میلی ثانیه جریان دادنه. فقط تنها کاری که میکنین رو هر سرعتی که تنظیم کردین به اندازه همون جریان رو باز میکنه، شما اندازه گیری دیگه انجام ندادین، این مسیر قرمزه دیگه وجود نداره. شما فید فوروارد کنترل کردین، کنترل پیشخور، به این میگن پسخور، به اون میگن پیشخور. فقط انگار اومدین تنظیم کردین سیگنال تأثیر پذیرتونو که به هدف مطلوب برسین. ولی همون جوری که گفت اگه یه اختشاش این وسط پیش بیاد شما کاری براش نمیتونین انجام بدین، باید امیدوار باشین که اختشاشی پیش نیاد. خب دیگه چی داریم؟ الان یعنی همه فهمیدین کنترل چیه؟ خب میریم سراغ پروژه. از الان بهتون میگم و ازتون میخوام فکر کنین اگر که در این یک هفته حالا دو هفته فکر کردین کردین، اگه نه هممون تجربه کردیم که میره میچسبه به ددلاین تعریف پروژتون. چرا؟ چون ما دیگه کم کم میافتیم توی ببین الان ما داریم مفهوم کنترل صحبت میکنیم، کم کم میافتیم تو تکنیک های کنترل. تو تکنیک که ما میافتیم سرمون گرم ابزار میشه، هدف یکم یادمون میره. حالا من سعی میکنم خودم و شما ها رو بکشم از بطن قضیه بیرون که یادمون باشه که هدفمون چی بود، ولی به هر حال تکنیکه هی غالب میشه. الان وقتشه که به این پروژه فکر کنی. پروژه چیه؟ هر کدوم از شما، هر دوتایی از شما، بستگی به میل خودتون داره، دو نفری یا یه نفری، یک مسئله کنترلی پیدا کنی. درش باید این المان ها باشه، سیستم باشه، یک خروجی تعریف بشه که اون خروجی قراره برسه به یه مطلوبی که تعریف میکنی. اینا رو که تعریف کردین متغیر تأثیرپذیری وجود داشته باشه. یه وقت هست یه سیستمی از خروجی مطلوب هم داره ولی خیلی دیگه دست شما نیست، یعنی شما با چیزی نمیتونین روش تأثیر بذارین. مثال کسی میتونه بزنه؟ چرا؟ با اون دیمری ها که میتونین تأثیر بذارین؟ نه اصلا یه چیزایی هست نمیتونین روش تأثیر بذارین. ماها همه مطلوبمون اینه که هوای مثلا جایی که زندگی میکنیم که الان تهران باشه بین مثلا 17 تا 23-24 درجه باشه، خروجیش مشخص، دمای هوا، مقدار مطلوبش هم مشخصه. حالا کی میخواد روش تأثیر بذاره؟ یه چیزایی هست نمیتونیم کنترلش کنیم، اونا رو بزنین کنار، باید متغیر تأثیرپذیر پیدا کنین. این چهار تا رو که پیدا کردین این یکی خودش داد میزنه که من هستم، ولی این چهار تا رو باید یه سیستمی پیدا کنین. این سیستم رو که پیدا کردین بعد گام به گام درس رو باهاش میریم جلو. ما بعد از این معرفی ها و داستان ها مرحله بعد چی داریم؟ مدل سازی سیستم ها. حالا میخوایم مرحله بعد میخوایم از یک سیستم یک مدل ریاضی بکشیم بیرون که رفتارش رو توصیف میکنه. مرحله بعد تحلیل یه سیستمه، ببینیم اگه هیچ کنترلی روش نداشته باشیم خود سیستمه بنده خدا داره خوب کار میکنه یا نه، اصلا شاید نیازی نباشه به کنترل. البته همچین پروژه انتخاب نکنیم چون باید کنترل بزنیم بهش، ولی
اولین چیزی که بررسی میکنیم توش پایداریه، اینی که این سیستم اگه ول کنی خودش برای خودش کار بکنه از بین نمیره. بعد میریم سراغ ابزارهای مختلف تحلیل تو حوزه زمان، بعد حوزه فرکانس برای سیستم های خطی، بعد طراحی کنترل کننده. این مسیریه که اصلا ما توی این ترم طی خواهیم کرد. خواهش میرسیم به طراحی کنترل کننده، از مدل سازی شروع میکنیم میرسیم به طراحی کنترل کننده. و اگه سیستمتون رو زود انتخاب کنین میتونین با من تیهیاتون رو معرفی میکنم بهتون، مشورت کنین، هر جایی خواستین میتونین بگردین. اگه اینقدر آدم های پای کاری باشین که برین یه چیز جدیدی رو خودتون سعی کنین مدل کنین، ببین تهش هم ما نمیخوایم واقعا با اون کنترل کننده شما بریم مثلا اون سیستم رو کنترل کنیم، ما میخوایم یاد بگیریم، میخوایم یاد بگیریم که چجوری دانشمون رو عملیش کنیم. پس بازم توصیه میکنم این روزه 5 دقیقه‌ای که خوندم برای این بود که فکر کنین به این که سیستم پیدا کنین. خلاص. اوه زود تعطیل کردم.